وقتی جنگ ایران عراق اتفاق افتاد، بسیاری از انقلابیونی که تصوری از این داشتن که ایران در زمان انقلاب یه ویرانه‌ای بوده است و هیچ امر مهمی توش اتفاق نیفتاده بوده، به فکر دارایی‌های اصلی کشور افتادن که نفیش کرده بودن. طبیعتاً اول از همه به فکر خریدهای نظامی که پادشاه کرده بود. بعد یواش یواش متوجه شدن که این شعارهایی که او میداد که من ناچارم اسلحه بخرم به خاطر که از طرف غرب نگرانم، که اشارش به عراق بود، این درست بوده است. و اینکه دیواره نظامی ایران به سمت زاگرس به طرف غرب بوده است، این هم درست بوده است. و بعد از این یواش یواش حواس به جاهای دیگه هم منعطف شد. سازمان انرژی اتمی چی؟ سازمان هواپیمای ملی چی؟ سازمان رادیو تلویزیون چی؟ اینها همه ساخته های 10-15 ساله آخر دوره پادشاهی بود. اهمیت اینا یکی یکی پیدا شد. اما شاید در این وسط بشه گفت که مهمترین جا مرکز انتقال خون بود. مرکز انتقال خون یک مرتبه موجودیت خودش رو و اهمیت خودش رو به عنوان یک سازمان بسیار پیشرفته و صاحب حساب پیدا کرد. پزشکان یواش یواش به فکر افتادن که نه، تا همین اواخرم خون وارد میشد و چطور شد که ایران تونست که یک سیستمی پیدا کنه که در اون سیستم انتقال خون فراهم بشه و اینقدر امکانات داشته باشه که همزمان با جنگ مردم بتونن برن در کیوسکای سر چهارراه‌ها اونجا خون بدن، خون بگیرن. و این سازمان انتقال خون حاصل یک سلسله حوادثی است. مهمتر از همه حاصل همت دکتر فریدون علا، تنها پسر حسین علا، نخست وزیر چند باره ایران، که تخصصش در همین زمینه خون بود و وقتی که اومد پایه‌گذار این سازمان شد. اما توجه داشته باشین، خود دکتر فریدون علا میگه که یکی از اتفاقات مهمی که برای جا افتادن این سازمان صورت گرفت فیلم دایره مینای داریوش مرجویی است و این یکی از اولین آثاری است که مرجویی ساخت. فیلم سینمایی است، قصه داره، ولی وقتی فیلمو ببینین متوجه میشین که وقتی که دوباره تعریفی که درباره خانه سیاه هست هم شده است، وقتی که یک فیلم با اعتقاد هنری و با حس انسانی ساخته میشه تأثیرش بی‌نظیره. هزاران نفر از کسانی که ایرانیایی که در جنگ مجروح شدند خودشون رو مدیون این مرکز انتقال خونی دیدن که یک موجود آماده‌ای بود و به سرعت امکان گسترش پیدا کرد.